سلام و درود به همه دوستان عزیز یوتیوب. خوشحالم که دوباره برگشتم با یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو میخواییم در مورد deciphers که میشه اعداد به زبان هلندی با همدیگه صحبت بکنیم و اعداد رو یاد بگیریم. خب بچه ها، قبل از اینکه بخوام شروع بکنم، اگه تا الان کانال یوتیوب من رو سابسکرایب نکردید و نداریدش، بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو بکنید، چون حتما به دردتون میخوره. آموزش های خیلی زیادی توی راه هست و آموزش های خیلی خوب و مفیدی با زبان خیلی ساده من سعی کردم که بذارم توی کانال، میتونید ببینید. اگه دوست داشتید ویدیوها رو لایک بکنید، کامنت برای من بذارید، نظراتتون رو بگید. من خیلی خوشحال میشم وقتی کامنت ها رو میبینم، انقدر نظر مثبت و انرژی مثبت به من میرسه. از همتون خیلی ممنونم که تا همین الان منو ساپورت کردین و سابسکرایب کردین. منم اینجا به زبان خیلی ساده این زبان هلندی رو بهتون آموزش میدم. دوستانی که میخوان بیان مهاجرت بکنن به کشور هلند یا بلژیک، یا اینکه اومدن، یه ذره سخته که بخوان برن کلاس های هلندی زبان و معلمشون هلندی باشه. به خاطر اینکه شما از پایه شروع میکنید، یعنی از الفا شروع میکنید، به هر حال یه توضیحاتی داره و اون توضیحات رو اون معلم خانم یا آقایی که شما دارید به زبان هلندی توضیح میده و نه چیز دیگه. حتی من خودم تجربه این رو داشتم که بعضی وقتا همون سالهای اول از معلم انگلیسی سوال میکردم، جوابمو نمیداد. به هر حال این آموزش هایی که هم من هم دوستان دیگه داخل یوتیوب میذاریم میتونه خیلی مفید باشه برای دوستان عزیز فارسی زبانی که تازه اومدن به این کشورها، یا اینکه قصد مهاجرت دارن، یا به هر دلیلی دوست دارن که این زبان رو یاد بگیرن. در کنار این آموزش ها من کلاس های خصوصی و گروهی هم دارم که مبلغ خیلی کمی گرفته میشه و ما کلاس هایی داریم، ترمی هر ترم 3 ماهه هست. اگه دوست داشتید برای اطلاعات بیشتر یا سوالی داشتید، میتونید به این اینستاگرام که زیر میاد میتونید که پیام بدید، دایرکت بدید و من جوابتون رو حتما میدم. خب بریم سراغ درس امروزمون که در مورد اعداده. خب میریم شروع میکنیم از شماره 0. 0 به زبان هلندی میشه نول. نول همینطور که میبینید، نول همینطور که نوشته میشه، همینطور هم خونده میشه. عدد 1 این دو تا ا داره و 1 ان این. عدد 2 توی. عدد 3 دری. عدد 4 فیر. عدد 5 فایف. عدد 6 زس. عدد 7 زیفن. 8 آخت. 9 نیخن. 10 تین. 11 الف. 12 توالف. خب بچه ها، من از 0 تا 12 اینجا گفتم بهتون، اما از 12 به بعد، یعنی از 13 تا 19 رو قبل از اینکه بخوام بگم، دوست دارم که یک توضیحی بدم در موردش. ببینید، ما مثلا میگیم 13، خب یعنی هم 3 داره هم 10، یعنی 3 به اضافه 10 شده 13، یا 4 به اضافه 10 شده 14. توی زبان هلندی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ 3 رو برداشته، یا یه بخشی از کلمه 3 رو برداشته و در بخش آخر کلمه 13
ده رو آورده. تین تین مثل چی؟ الان ما با هم دیگه میخونیم بهتر متوجه میشید. سیزده در تین در تین. چهارده فیر تین فیر تین. تین بخش آخر کلمه است. پونزده فایف تین. فایف رو برداشته بعدم تین آورده. فایف تین. پونزده. شونزده زس تین زس تین. هفده زیفن تین زیفن تین. هجده آخت تین آخت تین. آخت رو برداشته تینم بخش آخر آورده که شده هجده. نوزده نیخن تین نیخن تین. خب رسیدیم به بیست. من قبل از اینکه بخوام بیست رو بگم و بعدش میخوام سی، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد و هزار رو بگم، یعنی دهگان دهگان برم جلوتر. چرا؟ چون که ما اگه اینا رو فقط یاد بگیریم هر شماره ای رو که بخوایم رو میتونیم بگیم. حالا چجوری؟ بذارید یه ذره جلوتر بریم بهتون میگم. میخوام از 0 تا 19 دوباره تکرار بکنم و یه مکسی بکنم و شما پشت سر من تکرار بکنید. از 0 شروع میکنم تا 19. نول، این، توی، دری، فیر، فایف، زس، زیفن، آخت، نیخن، تین، الف، توالف. خب تا توالف ما خوند. بعد از توالف گفتم چی؟ یه قانون داره. بخش آخره کلممون ده میاد. چرا؟ سه رو بر میداره یا یه بخشی از سه رو بر میداره و ده رو در بخش آخر میذاره. پس اینو یادتون باشه. در تین فیر تین فایف تین زس تین زیفن تین آخت تین نیخن تین. خب این هم بود از 0 تا 19. حالا من میخوام از 20 دهگان دهگان برم جلو همینطور که میبینید و بعد بهتون بگم چرا دیگه ما نیازی نیست عدد دیگه ای رو حفظ بکنیم یا بلد باشیم. چرا؟ چون تشکیل شده از همین اعداد هستن. توینتخ توینتخ درتخ سی درتخ. چهل فیرتخ فیرتخ. پنجا فایفتخ فایفتخ. شست زستخ زستخ. هفتاد زیفنتخ زیفنتخ. هشتاد هشتاد کلمه ایه که یه ذره فرق میکنه. ما هشت رو خوندیم شد آخت. هیجده رو خوندیم شد آخت تین. تین بخش آخر اومده. اما برای هشتاد ما میگیم تاختخ تاختخ تاختخ. همینطور که میبینید تاختخ. نود نیخنتخ نیخنتخ. صد هندرد. مثل چی؟ مثل زبان انگلیسی که ما میگیم هندرد. اینم میگه هندرد. یه او میاد هندرد. یه ذره تلفظ عوض میشه. هندرد. و هزار داوزند داو
زند، همینطور که میبینید داو زند. قبل از این که من بخوام این اعداد رو از 20 تا 1000 بگم و یه مکسی بکنم و شما تکرار بکنید، دوست دارم که یه چیز دیگه ایرم بهتون بگم. بچه ها از 20 تا 90، یعنی 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 و 90، هر دهگان دهگان. آخر کلمه رو ما دیدیم که همه، یعنی بخش آخر همه مثل هم بودن، تخ داشتن، یعنی 20 تن تخ، 30 در تخ، 90 نیخن تخ، پس 19 نیخن تین، 90 نیخن تخ. حالا بچه از 20 من شروع میکنم، یه مکس میکنم که شما بعد از من بتونید تکرار بکنید. 20 30 40 50 60 70 80 80 90 100 1000 1000. ما اینجا از 0 تا 19 رو یاد گرفتیم، از 20 تا 90 رو یاد گرفتیم و هر دهگان رفتیم جلو که آخر کلمه می اومد تخ. به همه کلمات بخش آخرشون تخ بود. و از 13 تا 19 هم که آخرش تین بود. چرا؟ چون هنوز توی دهگان بود. حالا چرا ما همینا رو وقتی یاد بگیریم دیگه نیازی نیست هیچ شماره دیگه ای رو یاد بگیریم، هیچ عدد دیگه ای رو یاد بگیریم؟ چون اعداد دیگه ای که ما باهاشون سر و کار داریم تشکیل شده از همین اعدادی هستند که من الان خوندم و شما یاد گرفتین. بچه ها یادتون نره، اگه فکر کردید که درست متوجه نشدید میتونید ویدیو رو پاوز کنید یا ویدیو رو از اول بیارید و دوباره توضیحات من رو گوش بکنید. مثلا ما توی این اعداد 22 رو یاد نگرفتیم که چی میشه. خب چجوری من الان دارم میگم اگه شما فقط همین اعداد رو یاد بگیرید میتونید اعداد دیگر رو هم بگید یا بنویسید؟ توی زبان هلندی زمانی که ما میخواییم مثلا بگیم 22 چجوری میگن؟ اول دو رو میارن، یعنی اول یکان رو میارن که میشه دو و بعد دهگان رو میارن که میشه 20 و وسط این دوتا کلمه که دو و 20 یه و میارن. و چی میشه به هلندی؟ میشه ان، ای و ان، همطور که میبینید ان. مثلا ما میخواییم بگیم 22، دو رو میدونیم چیه، توی 20 رو هم میدونیم چیه، 20. این دوتا کلمه رو توی ذهنمون داریم و یک ان که میشه و وسط این دوتا کلمه میاریم که چی جوری تونده میشه؟ توی ان 20، توی ان 20، توی دو ان و 20 20. اینو خیلی دقت بکنید، توی ان 20. و در اصل اینا سه تا کلمه مجزا هستن دیگه، توی یک کلمه، ان یک کلمه، 20 یک کلمه. اما زمانی که ما میخواییم این عدد رو بنویسیم، 22 رو به حروف میخواییم بنویسیم،
نباید هیچ فاصله بین این سه تا کلمه باشه، یعنی سه تا کلمه باید به هم دیگه وصل باشه و یک کلمه بزرگ بشه. مواظب باشین داخل دیکته اگه دارید میرید آموزش زبان هلندی، این رو مواظب باشید که این قانونشه. پس چی؟ اول یه کان میاد، وسطش یه ان میاد که میشه و، و بعدش دهگان میاد. اول یه کان، یعنی هلندیا چپه میخونن، برعکس ما میخونن. ما میگیم 22، 22. اول 20 میاریم، یه او میاریم که همون و هست، و بعد دو میاریم. برعکس میخونن، 2 و 20 میخونن، 2 و 20 که میشه 20. برای شمردن یا مثلا زمانی که شما بخواین یه شماره رو برای کسی بخونید به هلندی، یا مثلا شماره موبایلتون یا تلفنتون رو به کسی بدید، یا بی اس ان نمرتون رو به کسی بدید، شاید توی خوندن این اعداد به مشکل بر بخورید. و به خاطر اینکه ما عادت کردیم به اینکه فارسی رو اول مثلا 20 بگیم بعد 2 رو بگیم، اتومات یه جوری مغزمون عادت به این کرده. و برای خودم هم خیلی پیش اومده که این اتفاق برای خودم هم خیلی افتاده و این اشتباه رو کردم. یا مثلا چی میگیم؟ مثلا شماره 67. 67. ما هم 7 رو بلدیم، هم 60 رو بلدیم. توی زبان فارسی میگیم 67. یعنی اول 60 رو میاریم و بعد 7 رو میاریم. همینطور که گفتم توی زبان هلندی دقیقاً برعکس، اول 7 میاد و بعد 60 میاد. خب 7 چی میشد؟ زیفن، زیفن. 60 چی میشد؟ زستخ، زستخ. چی کار باید بکنیم؟ یه ان وسط این دوتا کلمه اضافه بکنیم که بشه چی؟ بشه زیفنن زستخ، زیفنن زستخ. خب زیفنن زستخ چند میشه؟ 67. 67 دقیقاً برعکس. یا بذارید یکی دیگه هم بهتون بگم، تاختخ میشد 80. تاختخ که هم نوشتنش هم تلفظش با بقیه یکم فرق میکنه، چون ما 8 رو خوندیم شد آخت. 8 میشه آخت. 18 میشه آختین. آختو میاره، بخش آخر تینه که میشه 10. خب اما زمانی که میگه 80، آخت اولش نیست و میگه تاخ، یعنی یه ت اضافه میشه، میشه تاختخ. و من فکر میکنم هیچ دلیلی نداره به غیر از این که یه تلفظ بهتر داده به این کلمه، به خاطر همین این رو اینطوری توی دیکشنریشون نوشتن، تاختخ. مثلا ما میخوایم بگیم 85. بچه 85 رو بنویسید. 85. چی گفتم بهتون؟ گفتم اول توی زبان هلندی یکان میاد و بعد دهکان میاد، دقیقاً برعکس زبان فارسی که ما میگیم 85، یعنی اول 80 میاریم و بعد 5 رو میاریم. تو زبان هلندی اول میگن 5 و بعد میگن 80. 80. خب 5 چی میشد؟ 5 میشد 5. 80 چی میشد؟ میشد تاختخ، که ذره سخته. تاختخ. وسط این دوتا کلمه چی میاریم که به هم دیگه وصل بشه؟ ان که میشه و، ان. پس چی میشد؟ 5 ان تاختخ. هیچ
فاصله دیگه‌ای هم وسط این کلمات نیست و باید کلمه کلن به همدیگه چسبیده باشه. فایفن تاخته. پس این ویدیوی ما، این جلسه ما، درس ما خیلی پربار بود. چند تا چیز خیلی مهم رو بهتون گفتم در مورد اعداد یا همون ده سایفرز به زبان هلندی که خیلی مهم هستن. همطور که گفتم اگه متوجه نشدید یا اینکه ویدیو رو پاوز کنید یا یعنی استوب بکنید یا اینکه از دوباره گوش بکنید و به عقب ویدیو رو برگردونید، یادتون نره نوشتن، نوت برداری کردن از کلاس ها خیلی به دردتون میخوره، چون قرار نیست دوباره شما بخواید ویدیو رو به این بلندی رو نگاه بکنید و شاید هم اگه یکی دوبار بیشتر نگاه بکنید از حرفای من حوصله‌تون سر بره. به خاطر همین همیشه نوت برداری رو بکنید، چیزهای خیلی مهم رو بنویسید با کلمه و بعداً حالا میتونید که از روی اونا تمرین بکنید. خیلی ممنون، این ویدیو یه ذره طولانی تر شد، اما خب میخواستم که مفصل در مورد اعداد با شما صحبت بکنم. ممنون میشم همینطور که گفتم من رو همراهی بکنید داخل یوتیوب و اینستاگرام. اگه دوست داشتید میتونید که دایرکت بدید از کلاس های خصوصی و گروهی ما سوالی اگه دارید، اطلاعی اگه میخواید. من همیشه جواب دوستان رو میدم داخل اینستاگرام. خیلی ممنونم از همتون. روزگارتون خوش، پر از آرامش، پر از صلح و صفا و دوستی. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.